اگر انسان ها با قبض روح رفتن به عالم آخرت، اولین قدمگاه عالم برزخه. والحمدلله رب العالمین، والحمدلله الذی دل علی ذاته بذاته، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نحت موجود، و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت، ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود که وقتی عمر انسان به اتمام میرسه و انسانها به لحظات آخر عمر میرسن، چه حالاتی بر اونها عارض میشه. اگر ما قبل از این که به اون لحظات آخر عمر برسیم که معمولاً برای انسانها دیگه چاره ای نیست، انسان قبل از اون لحظات اون عواقب رو به یاد بیاره و خود را مهیا برای اون لحظات کنه، به چپ میتونه با اون لحظات برخورد بهتری داشته باشه. بلذات در روایات ما از کلمات نورانی معصومین روایات زیادی آمده که ما را توجه دادن به حالات انسان در دم مرگ. وجود مطهر پیغمبر اکرم در بین اصحاب بودند، بعد جمله ای را فرمودند که برای اصحاب سؤال انگیز شد. فرمودند که اذکروا هادم اللذات، به یاد بیارید آنچه را که لذات را از بین میبره. این برای اصحاب سؤال انگیز بود که آن چه امریست که اگر ما به یاد بیاریم باعث نابود کردن و حتم لذاته. لذا از پیغمبر اکرم سؤال و ما حادم اللذات، آقا اون حادم اللذات چیست؟ حضرت فرمودن الموت، اون مرگه که اگر انسان مرگ رو به یاد بیاره لذات در دید او از بین میره. درباره این که حضرت به مرگ دست گذاشتند، قبل از جواب خود حضرت وقتی راجع فرمودند به یاد بیارید حادم لذات رو، به عقلمون بسنجیم این لذات چه لذاتی است که مرگ او را از بین میبره. اگر لذات لذات اخروی باشه، به تب مرگ وسیله وصول به لذات اخروی است. حتما اون لذات لذات دنیوی است که انسانها در دنیا بعضی ها در لذات خوبی هستند، اما یاد مرگ چون عامل قطع کننده هست بین اونها و لذات دنیاشون، حضرت از اونها به حادم اللذات تعبیر آوردند. بعد وجود مطهر پیغمبر اکرم در ادامه فرمودند و ما ذکره و عمدون علی الحقیقه فی سعت الا داقت علیه الدنیا، انسانی
آنطور که باید مرگ رو به یاد نمیاره، مگر اینکه اگر در سعه و راحتی دنیاست، دنیا برای او زیغ میشه و سعه از کام او گرفته میشه. بعد فرمودند ولا فی شدت الا تسعد علی، اگر هم در یک راحتی و اگر در یک زیغی باشه، با یاد مرد از زیغی بیرون میاد، دنیا برای او متسع میشه. بیان این مطلب رو دقت کنید، اگر انسان ها در دنیا مرگ و آنطور که باید به یاد بیارند که حضرت به تعبیر علل حقیقه به یاد آوردند. علل حقیقه مراد چیه؟ اکثر ما ها مرگ رو به یاد میاریم، اما از مرگ این مقدار تصور داریم که مردنی است از این عالم دنیا جدا شدن. این ذکر موت علل حقیقه نیست، این ذکر موت به ظاهر قضیه است. ظاهر امر مرگ ما را از این دنیا جدا به یه عالم دیگه میبره، این ذکر ظاهری است. حضرت ذکر علل حقیقه آوردند، اگر انسان مرگ را آنطور که باید به یاد بیاره، به این معنا این مرگ برای بعضی ها سفرات به دنبال داره. سفرات چه با جان انسان ها میکنه؟ مرگ برای انسان قبض روح به دنبال داره، قبض روح با جان انسان چه میکنه؟ اگر انسان ها با قبض روح رفتن به عالم آخرت، اولین قدمگاه عالم برزخه. برزخ چگونه عالمی است؟ با اونها که باید در این عالم وارد بشن چگونه برخورد میکنن؟ اولین منزلگاه برزخ ما را به عالم قبر میبرن. عالم قبر چی از ما میپرسن؟ سوالات در این عالم چه سوالاتیه؟ اگر انسان به مقدمات و مؤخرات مرگ واقعا فکر کنه، دنیا در هر حالی که هست اون حال براش از بین میره. در راحتی باشه بیاد مرگ میفته، راحتی در کامش از لذت میفته. در سختی باشه بیاد مرگ میفته، اینطور به نظرش میاد این سختی ها گذراست و مشکلی را که در جلو داره در برابر اون مشکل، مشکل فعلی نمود نداره. ولذا فرمودن اگر انسان آنطور که باید مرگ رو به یاد بیاره، در راحتی باشه راحتی از کامش میره، در سختی باشه سختی هم از کامش میره. بعد فرمودن و الموت اول منزل من منازل الاخره و آخر منزل من منازل دنیا، مرگ اولین منزلگاه از منازل آخرته و آخرین منزلگاه از منزلگاه های دنیاست. انگار این مرگ یه خانه دو دره ایست که یک درش به عالم دنیا باز میشه، در بعدیش هم به عالم آخرت باز میشه. در منزلگاه های دنیا آخرین منزلگاه خانه مرگه، در منزلگاه های آخرت اولین منزلگاه منزلگاه مرگه. بعد پیغمبر فرمودن فتوبا لمن اکرم عند النزول به اولها، خوش به حال کسی را که در اولین منزلگاه آخرت با او کریمانه با او با عزت برخورد کنند. وقتی پرونده ها بررسی شد و ملک الموت بالای سر آمد، با عزت با او برخورد کرد، در اولین منزلگاه اگر با کسی کریمانه برخورد کنند، این علامت هست که منزلگاه های بعد هم عزت به دنبال اوست. اما اگر در اولین منزلگاه با او به سختی برخورد کنند، این علامت خطره که شاید در منزلگاه های بعد هم این سختی ها باشه و بلکه بدتر جلو بیاد. بعد فرمودند و تو با لمن احسن مشایعته فی آخرها،
خوش به حال کسی را که در آخرین منزلگاه دنیا او را نیکو مشایعت کند، یعنی در بین مردم محبوب در بین مردم باشه. اگر انسانی در دنیا برای خدا کار کنه، روایت هست که خداوند محبت او را بین دلها میندازه. چطور آبها از کوهسارها جاری میشن، در دشتها میفتن، در نهرها میفتن، در جوبها میفتن و همه از این آب مینوشن. روایت هست اگر انسانی دنبال تقوا، دنبال ایمان بره، خدا محبت او را در آبها قرار میده، همه از این آب مینوشن و محبت او در دلهای همه قرار میگیره. خوش به حال کسی را که در آخرین منزلگاه دنیا انسانی بود او را نیکو مشایعت کنند، در دلهای مردم جا باز کرده باشه و مردم فقدان او را برای خود یک سلمه و یک شکاف عظیم ببینند. بعد فرمود بل موت اقرب الاشیاء من بنی آدم و هو یعده ابعد. مرگ نزدیکترین چیز به انسانه، اما انسان این مرگ رو دور میبینه. در یه روایتی هست که روایت بسیار روایت مهمیه، راوی نظر حضرت امیر سلام الله علیه میاد میگه من 4 تا سوال دارم، از شما این سوالات رو مطرح کنم. فرمودن سل و انتان 40 بپرس ولو 40 باشه. در لابلای سوال یه سوال اینه که آقا من قریب و من اقرب، نزدیک چیه؟ از نزدیک نزدیکتر چیه؟ فرمودن القریب ما هو آت، آنچه باید بیاد نزدیکه چون بالاخره میاد، ولی اقرب من الموت، آنچه از نزدیک نزدیکتره مرگ انسانه. هفته آینده میرسه، ماه بعدم میرسه، سال بعدم میرسه، 10 سال بعدم میرسه، آنچه باید بیاد میاد، نزدیک چشم باز بسه 50 سال گذشت. اما از این قریب و از این نزدیک نزدیکتر مرگ انسانه. هفته بعد چشم باز بسته اومد، شاید ما نباشیم. در همین ماه رمضان جلسه داشتیم در همین فاطمیه قبل ماه رمضان. کی ماه رمضان تمام شد با دور هم دیگه جمع شدیم؟ این یه ماه خورده کی اومد گذشت؟ سریع میگذره، اما در طول یک ماه چند هزار نفر مردند. مرگ از نزدیک به انسان نزدیکتره. بعد فرمودن فما اجر الانسان علی نفسه، انسان بر نفسش چه جرأتی را آورد که در برابر حق تعالی اقدام به گناه میتونه بکنه. و ما از اضعفه من خلق، و انسان چقدر در برابر قدرت خدا ضعیفه. بعد یک جمله مابعد داره، این جمله مابعد را باید هر کسی نگاه به حال خودش کنه. و فی الموت نجات المخلصین و هلاک المجرمین، در مرگ نجات اهل اخلاص و هلاک اهل جرمه. آنها که اهل اخلاصند مرگ برای اونها نجاته، چون از دنیای گندیده بیرون میرن به یک عالمی را که خداوند عالم با قدرت بی نهایت برای خدمت به او مقدمات و فراهم کرده. و هلاک المجرمین، آنها که مجرمن و گناهکارن، مرگ اونها تمام شد، اول عقاب اونها و برخورد با گناهان اونهاست. ازا برای اهل اخلاص مرگ نجات، برای اهل گناه مرگ هلاکته. و فرمودن بلده دالکه اشتاق من اشتاق الالموت و کره من کره. به خاطر همین آنها که مشتاق مرگن با مرگ
شوق اونها زیادتر میشه. آنها که از مرگ کراهت دارند از یاد مرگم بیزارند، چون میدانند مرگ اول بدبختی و نکبت اونهاست. این روایت. روایت بندهاش اونقدر واضحه یعنی به توضیح نیاز نداره. خلاصه کلام این بود: ای اصحاب من، بیاد مرگ باشید، بیاد آن چرا که لذات دنیا را از بین میبره. بعد فرمودند که این مرگ برای هر انسانی اگر واقعا به خاطرش بیاد، حالی را که در او هست از اون حال بیرون میاد، در راحتیست راحتی از بین میره، در زیقه زیقیش هم از بین میره. بعد فرمودند که این مرگی را که برای همه خواهد بود، مرگیست آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت. یک کاری کنید هنگام ورود به منزل آخرت با شما کریمانه برخورد کنند، و هنگام خروج از منزل دنیا دیگران براتون بگریند. بعد فرمودند به حال خود نگاه کنید، اگر اهل اخلاص باشید در مرگ نجات شماست، اگر اهل گناه باشی در مرگ هلاکت شماست. قبل از اینکه در باز این مطلب بریم، به جریان دقت کنید. جریان مشهوری است، حتما شماها شنیدید. حضرت مریم سلام الله علیها یه آدم ساده ای نبود. اونقدر مقام این مریم بالا بود که بین انبیای عظام بحث و گفتگو در میون آمد که چه کسی تکفل مریم را عهده‌دار بشه، و کفلها زکریای پیغمبر متکفل تربیت مریم شد. در همین جا دقت کنید، اگر انسان را اهل ببینند دنبالش میان، اگر انسان را لایق رشد ببینند سرپرستی او را متکفل میشن تا او را رشد بدن، یعنی در این درگاه تشنه را تشنه رها نمی کنند. برای بدن مادی ما که مرکب برای روح ماست، اگر این مرکب تشنه شد، خدا آبی قرار داد از این مرکب رفع آتش بشه. اگر روح که فرمانده و راکب بر این مرکبه، اگر فرمانده و راکب تشنه شد، آیا کسی نیست او را سیراب کنه؟ امکان نداره. برضا مریم را تشنه معنویت دیدند، زکریا متکفل شد او را تربیت کنه. اونقدر او را تربیت کرد تا به اونجا رسید که در کنار محراب مریم مائده آسمانی می اومد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. هرگاه جناب زکریا در محراب عبادت کنار مریم می اومد تا یه نگاه به حال شاگرد بندازه، در کنار محراب یک رزق و مائده می دید. قال انا لک هذا، مریم این چیست که در کنار محرابه؟ قالت هو من عند الله، این مائده بر روزی را خدای عالم فرستاد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا به هر کس که بخواد روزی میرسونه. این مریمی را که از یه طرف مثل زکریا استاد او بود، از یه طرف دیگه برای او از ملکوت اعلی مائده و غذا میومد، از یه طرف هم مریم کسی بود که خداوند در حقش آیه تطهیر آورد: ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دو بار مقام اصطفا و انتخاب براش اومد، او را بشارت دادن به مقام تطهیر. از یه طرف دیگه هم ادغالت الملائکه، با ملائکه صحبت میکرد و ملائکه با او هم کلام بودن.
اینها مقامات مریم، بعد به اونجا رسید که با اعجاز خدایی او به عیسی حامل شد و رحم طیب و طاهرش محل ولادت پیغمبری اولوالعزم قرار گرفت، یا تمام موضوعیت داره. حالا این مریم با پسرش عیسی آخر کار از دست این مردم جفاکار و بیوفا فاصله گرفتن. مردم قدر این دو نعمت عظیم خدا را ندانستن، به بیابونها رفتن، به کوسارها رفتن و غذاهاشون از سبزیجات کوهی بود. یه روز این دو بزرگوار روزه داشتن و جناب عیسی رفتن برای کوه تا برای مادر یه سبزیجاتی برای افطار تهیه کنن. این مادر عظیم و شأن هنگام افطار یه کسی آمد بر او سلام کرد، خطاب که تو کیستی؟ گفت من حافظ الارواح ملک الموتم، برای قبض روحت آمدم. گفت الان؟ گفت فرمان الهیست، پس مهلت بده پسرم عیسی بیاد. گفت مهلتی در کار نیست. او را قبض روح کرد، در کنار بستر مریم افتاد. بعد از چندی عیسی برگشت آمد، دید که مادر کنار بستر افتاده، به این خیال که از گرسنگی مادر خوابش برد. مدتی صبر کرد، هنگام افطار شد مادر بیدار نشد. یه ندا بلند شد که عیسی مادرت به خواب نیست، از دار دنیا رفته. آمد کنار مادر، برای چنین مادری خیلی عیسی گریه کرد، مقدمات دفن او را فراهم کرد، مادر را دفن کرد. مشغول کار مادر بود، از یه طرف یه نداش که عیسی سرت بلند کن. عیسی سر را بلند کرد، اون ملکوت برای عیسی منکشف شد، مادر را در بهشت برزخی دید. اما یه جایی را که از اون جاهاست که برای مثل مریمی مهیا کرده باشد. گفت مادر رفتی، منو تنها گذاشتی، خیلی نگرانتم. خطاب پسرم با خدا انس بگیر تا غمت سبک بشه. گفت مادر روزدار بودی، با دهان روزه رفتی، افطار نکرده رفتی. گفت پسرم نگران نباش، خداوند از بهترین غذاها به من خورانید. گفت مادر اونجا چی میخوای که من برات فراهم کنم؟ گفت پسرم چیزی که از آن الان از خدای عالم میخوام اینه، به من یک مهلت دیگه بده، به دنیا برگردم، در روزهای بسیار گرم روزه بگیرم، در شبهای بسیار سرد به نماز شب بلند بشم، آنچه که این طرف به ما میدند از عبادات و زحمات دنیا به ما میدند. این مریم جدی، اگر برای کسب تقوا و توشه آخرت ما دلیل نمیداشتیم، الا همین قضیه. مریم یه آدم ساده نیست. مریم اونقدر عظیم و شأنه که وقتی حضرت زهرا بنات دنیا بیاد، از اون ور عالم مریم به این ور عالم میاد تا برای خدیجه قابلگی کنه. مریمی را که چون زکریایی او را تکفل کرده بود، او را سرپرستی کرده بود. مریمی را که به اعجاز حامله شده بود. مریمی را که مقام تطهیر براش آمد، مقام استفا براش آمد، مقام تکلم با ملائکه آمد براش، میگه دلم میخواد الان در این مقام عظیمی را که خدا الان بهم داد باز به دنیا برگردم کار کنم. دنیا درست مشکلات داره، پس این مشکلات برکات عظیمی است. این روزهای سرد طی میشه، روزهای گرمم طی میشه، در این لابلا توشه جمع کردن مهمه. آنچه الان داریم از همین توشه ها داریم. رضا در خود آیه قرآن تزود بدون فیده خیال از زاد التقوی
فتقون یا اول الالباب، دنبال توشه برید، بهترین توشه تقواست. پس ای صاحبان عقل دنبال تقوا باشید، تزبدو. حالا انشاءالله دنباله ای بعد در آینده خوره بحثا بازتر بشه براتون خواهم گفت که در این برکات تقوا خداوند چه با انسان متقی میکنه. به خود خدای عالم قسم، اگر برای برکات تقوا نبود الا همین یه دونه آیه که ان الله مع الذین اتقوا، که خدا با تقواها همراهه. اگر نبود الا همین، برای هر آدم عاقلی بس بود که دنبال تقوا بره، چون خدا با اوست در دنیا. ان الله مع الذین اتقوا، هنگام سکرات ان الله مع الذین اتقوا، هنگام قبض نور ان الله مع الذین اتقوا، در خانه قبر ان الله مع الذین اتقوا، ایام برزخ ان الله مع الذین اتقوا، در صحنه قیامت ان الله مع الذین اتقوا، هنگام حساب و بیان نتیجه هم ان الله مع الذین اتقوا. خدا با تقواها همراهه. آنکه خدا با اوست چه غمی او داره. بنزا به هر کجا نگاه کنیم، اگر برکتیز پای متقی میونه، اگر نکبتیز پای بیتقوایی میونه. یه زاهدی بود در دنیا اهل زهد بود، که زهد به معنای عدم تعلقه، به این دنیا وابستگی نداشتنه. زهد نداری نیست، وابسته نبودنه. یه عده ندارند اما اسیرند، یه عده دارند بی تعلقند. آنها که بی تعلقند اونها را زاهد میگن، چه مالی براشون باشه یا مالی براشون نباشه. میگن زاهدی بود وقتی را که به هنگام مرگ نزدیک شد، دید پدر، مادر، فرزند، بچه ها دور او جمعن، همه دارن میگریان. یه نگاه به پدر انداخت که بابا تو چرا گریه میکنی؟ گفت پسرم چرا گریه میکنم؟ با رفتن تو پشت من شکست، من الان به کی تکیه کنم؟ یه نگاه به مادر کرد، مادر تو چرا گریه میکنی؟ گفت پسرم چه سؤالی از من میکنی؟ امیدم بود عصای پیری من باشی، داری میری، من چه کسی عصای خودم قرار بدم؟ یه نگاه به زن انداخت، خانم تو چرا گریه میکنی؟ گفت من چرا گریه میکنم؟ تمام امیدم تو بودی، الان تو داری میری، من به کی متکی بشم؟ به کی پناه ببرم؟ یه نگاه به بچه انداخت، خب پسرم یا بچم تو چرا گریه میکنی؟ گفت پدرم آنچه نیازم بود تو برام مرتفع میکردی، الان به کی برام بگم نیازم چیه؟ یه نگاه به هر چهارتا انداخت و نالش بلند که همه تون برای خودتون دارید ناله میکنید. اون نالش بلنده اسایش رفت، این نالش بلنده تکیهگاهش رفت، اون نالش بلنده مونسش رفت، اینم نالش بلنده ناناورش رفت. کی برای من داره ناله میکنه؟ کی به حال من داره میگریه که الان بناست با ملک الموت برخورد کنم؟ مسئله سکراته، قبض روح، خانه قبر، حساب و کتاب، کی بر من داره گریه میکنه؟ این دنیاست. جدن اگر ماها اینها را به یاد بیاریم، برادا پیغمبر خدا فرمودن ما ذکر و عبدان علال حقیقه، اگر انسان مرگ و آنطور که باید اگر به یاد بیاره، دنیا هر مشکلی براش باشه او را گذرا میبینه، هر راحتی براش باشه او را هم گذرا میبینه، چون کل دنیا گذرات تا چه به عمر محدود او برسه. ولذا باید یک کاری کنیم که همون که پیغمبر فرمود توبا، خوش به حال کسی را که هنگام ورود به عالم آخرت با او کریمانه برخورد کنند،
و این نیست مگر به اعمال خودمون یه عملی انجام بدیم که اون عمل برامون عزت به دنبال بیاره، برامون تقوا به دنبال بیاره. اگر تقوا اومد عزت هم میاد، یاری خدا و اهل بیت هم میاد. درباره امام عمر رضوان الله تعالی علیه که اون پیری را که 80-90 سال در وادی دین کار کرد، کسی را که به تمام معنا آدم گذاشت در این وادی خود را هم ندید، این بزرگ به سید علی فرزند خود احمد و خیلی علاقه من بود. اما فرمودن که نظر این به اتاق من زیاد بیاد، زیرا این آمدنها با علاقه ای را که امام به این نوش داشت برای هنگام مرگ شاید برای بعضی ها مشکل ایجاد میکرد و اون دید امام امت آنطور بود که در هنگام مرگ جز خدا به کسی توجه به التفات هم نداشته باشه. زیرا میدانید که در هنگام مرگ تعلقات انسان که شاید برای بعضی ها در مدت عمر مخفی و پنهان بود اونجا بروز کنه. و یه بار فکر کنم همینجا بود عرض کرده بودم که ملائکه با ما آنی جدا نمیشن، دوتا ملک هستن که کاتبان اعمال ما هستن، اینا مرتب با ما همراه هستن. چند تا ملک هستن حافظان ما از خطرات مرگ تا پیمانی عمر پر میشه، اینا آنی از ما جدا نیستن. در کنار این ملائکه یه عده شیاطین اونم از ما آنی جدا نمیشن که مرتب ما را وسوسه و اغوا کنن تا ما را به گناه بندازن. چون آنی از ما جدا نیستن، درون ما چیه، باطن ما چیه، ضعف ما در کجاست، کجا ضعیفیم، کجا قوی هستیم، تمام چیزها رو میدونن. اگر انسان در مدت عمر دل از غیر خدا خالی نکرده باشه، اینها به همون نقطه ضعف دست میذارن. انسان در این مورد ضعیف رو همون هم کار میکنن. این مطلب رو شاید شما شنیده باشید که یک انسان در سکرات مرگ بود، او را به شهادت وحدانیت الله تلقین شد، گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله، گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفتن بگو اشهد ان محمد رسول الله، گفت اشهد ان محمد رسول الله، این شهادت داد. گفتن بگو اشهد ان علی ولی الله، این ولایت که اگر می اومد دو تا قبر از او میپذیرفتن و اگر نیاد از او نمیپذیرن دو شهادت قبلی رو، یه جایی که به شهادت زمان او باز بشه گفت نزم نمیگم. یعنی چه؟ دوباره گفتن، سه باره گفتن، یه زبون باز نمیشه و نزم نمیگم دیگه. خداوند دارم در حق این بدبخت عنایتی کرد، از اون حال سکرات به حال دنیا برگشت که شاید در هر چند ده میلیون یکی تک و توک باشند که برگردن. زیرا قاعده اینه اگر چشمان انسان به عالم شهود باز شد و پرده ها رفت کنار، او رو به عالم حجاب و دنیا بر نمی گردوند، می برند. حالا یک دنیا یک کاری کردن که برش گردوندن، گفتن فلانی یه امر عجیب ازت دیدیم، به شهادت اول اقرار کردی، به دومیش هم اقرار کردی، اما بحث ولایت که اومد چرا نتونستی بگی؟ و این ساعت بالا سرم رو یا بش کنید یا بپروشید. گفت به ساعت چه رفتی داره؟ گفت من به این ساعت عجیب علاقه من بودم، از شدت تعلقم به این ساعت خودم بیخبر بودم. اما وقتی را که هنگام سکرات رسید و ملک الموت بالای سر و اون طرفم شیاطین آمدن، گفتید به ولایت شهادت بده، شیطان برام ظاهر با یه چوب دستی گفته اگر بگی علی ولی الله این ساعته رو میشکنم. چون من به این ساعت علاقه من بودم، گفتم تو نزن منم نمیگم. این تعلقات
آدم نگاه این جریانات میکنه، بیاد باز همون کلام پیغمبر خدا میفته، اگر انسانی آنطور که باید مرگ رو به یاد بیاره، که مرگ بروز حالات باطن انسانه، در مرگ ظاهر شدن امراض مخفی درونه، آنچه در ماها بود در مدت عمر از خود نکندیم و جدا نکردیم و تهذیب نفس نکردیم، در مرگ رو میاد. اگر انسان مشکل داشت واقعا با مشکل برخورد میکنه. حضرت امیر سلام الله علیه به درد چشم مبتلا شده بودن، پیغمبر خدا بر بالین حضرت امیر آمدن، دیگه حضرت داره خیلی درد میکشه، حضرت علی جان به این روایت گوش کن، برای بعضی ها برای گناهکارها وقتی زمان مرگ فرا میرسه، ادرائیل با سیخی از جهنم بالای سر او میاد، با اون حربه جهنمی روح از جانش بیرون میکشه. تا این جمله را گفت حضرت نشستن، یا رسول الله این روایت اونقدر برام مهم بود که درد چشم فراموشم شد. یه بار دیگه بفرمایید روایت رو براش تکرار کردن. سوال که آقا چه کسانی هستن که به این نکبت و بلا مبتلا میشن؟ فرمودن که سه دسته هستن به این بلا مبتلا. یک، حاکم جائر، کسی را که حاکم و سلطان باشه اما ظلم به مردم کنه، این یک. دوم، و آکل و مال یتیم، ظلمن، کسانی را که مال یتیم را به ظلم و ناحق بخورن. سوم، و شاهد و زور، آن که بر امر باطنی بیاد شهادت بده. اینها افرادی هستند هندام مرگ با این نکبت از دار دنیا میرن. خب حاکمی را که جائر باشه، حاکم به کی میگن؟ یه بار حاکم به رئیس مملکت میگن، یه بار حاکم به استاندار میگن، یه بار حاکم به فرماندار میگن، یه بار حاکم به شهردار میگن، یه بار حاکم به رئیس شرکتی میگن. آن کسی را که حاکم باشه برای یک مجموعه، حالا مجموعه فرق، یه مجموعه 100 نفرن، گاهی 100,000، گاهی 100,000,000 نفر، او را حاکم میبینن، یا در دادگاه حاکمیست بین دو نفر مراد حکم کنه اما به حق حکم نکنه. برای هر کسی این عنوان حاکم اگر صادق شد، با این پسوند جائر اگر الحاق شد، حاکم جائر شد، این نکبت بهش باره. و شاهد زور که در بعضی از دادگاه ها خیلی میبینیم شهادت میدن به امری را که ناظر نبودند، یا اگر ناظر بودند با تطمیع یا با یه چیز دیگه ای آنچه را که حق بود به حق شهادت نمیدن. ابیذره داره میره، در بین راه با پیغمبر خدا برخورد کرد. ابیذر کجا میری؟ گوه یا رسول الله برای شهادت چیزی میرن. گوه یه دقیقه وایسا ایستاد، گوه نگاه بالا سرت بنداز چی میبینی؟ گوه خب خورشید بالا سرمه. گوه به آن چرا که مثل خورشید مطمئنی برو شهادت بده. خیلی حرف تو اینه. گوه یه نگاه بنداز میبینه که خیلی ها پاشون در این سه عنوان گیره. خب اینها یه چیزهایی است که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، از این حرفا کراهتمون بیاد یا اشتیاقمون بیاد، میاد بالاخره برامون. در یه نقلی هست، فی ما کتب امیر المؤمنین بود متحر بل مظلوم عالم آقا علی ابن ابی طالب بل محمد ابن ابی بکر مرقوم فرمودند. به این مرقومه نگاه کنید. عباد الله، بندگان خدا، به همه مؤذن خطابه. ان الموت ليس فيه فوت،
در مرگ فوتی نیست، خلاصه میاد. الان نشد فردا، نشد پس فردا، نشد ماه بعد، نشد سال بعد، نشد پنجام، خلاصه میاد. در مرگ فوتی نیست، خلاصه میاد. فحذروا قبل وقوعه، قبل این که مرگ بیاد بر حذر باشید، بیدار باشید. و اعدوا له عدته، خدا برای این مرگ مهیا و آماده کنید. ایگه حالا بناس بیاد و حتمنم میاد، لا بد منه، چاره ایم نیست، بخوای نخوای میاد. پس خدا را مهیا کن. فانکم ترد الموت ان اقمتم له اخذکم و ان فرغتم من ادرککم، شما محل نزول مرگید، اگر مقابل مرگ بایستید شما را میگیره، اگر فرار کنید دنبالتون میاد. مفر نیست از مرگ. کل نفس ذائقة الموت، همه باید برید و کسی را از مرگ مفری نیست. اون اول شخصیت عالم وجود پیغمبر اکرم خطاب پیغمبر انک میت و انها میتون، توی پیغمبر که گل سرسبد عالم وجودی، تو هم رفتنی هستی تا چه به مادونت برسه. و هاوه انزم لکم من دل لکم، از سایه به شما ملازم تره. چطور انسان هر کجا به سایه به دنبالشه، مرگ ملازم با اوست، به دنبال اوست تا نفس آخر پیمانه عمر کشیده بشه، بعد مرگ سر آدم خراب بشه. الموت معقود به نواسیکم، مرگ به پیشانی هاتون نوشته شد. و دنیا تطوا خلوکم، و دنیا پشت سرتون پیچیده میشه. می وقتی که مرگ عکس کرد شما را، دنیاتون پیچوندن، تموم شد. لذت ها بود، تمام شد. شادی ها بود، تموم شد. سختی ها هم بود، تموم شد. رفت پشت سرتون، به مقابلتون دیگه صحنه برزخ و صحنه قیامت و اون نکات بعدیه. فاکثروا ذکر الموت عندما تنازعکم الیه انفسکم من الشهوات، وقتی را که جانتون با شهوات در تنازع هست، در اون حال به یاد مرگ گفتید. وقتی دنیا با اون جلوه های زیباش جلو میاد، وقتی شهوت ها با لذات منفی جلوه گر میشه و نفستون طالب این لذات دنیایی، یک آن به یاد مرگ بیفتید، لذت تمام میشه، شهوت تمام میشه، کیفه به آخر میرسه. اما کو جواب؟ کو حساب؟ وقتی نفستون تنازع با تو میکنه، در برابر شهوات به یاد مرگ بیفتید. و کفا بالموت واعظا، مرگ بهترین واعظ برای انسانه. یه نگاه به مرده ها بندازید، تموم شد. به قبرستان ها برید، به چهره ها نگاه کنید. بعضی ها چهره ها نورانی، بعضی چهره ها گناهکار، بعضی ها یک فرم خاصی عکس گرفتن که شاید انگار هنگام این عکس رو داشت میگرفت که حتما این عکس برای دامادی هم باشه، تو خونه هجلم بزنم که وقتی وارد خانه دامادی هم میشم این عکس بالای سرم باشه. اما چه خبر دار، این عکس برای قبر اون نصب شد. یه نگاه بندازید، تمام به ظاهر آرام، دیر خرماک ها، خاک، پنهان. شهوات کجا رفت؟ کیفا کجا رفت؟ لذت ها کجا رفت؟ اون درهم و دینار ها، پول ها که بعضی ها دین براش دادن، پول ها کجا رفت؟ منزل و ویلا، ماشین ها کجا رفت؟ جوونی ها کجا رفت؟ زیبایی ها کجا رفت؟ تمام اونها رفت. انسانی زیر خاک بعد از 50-60 سال دوندگی آرام گرفته، ما ترک، ما حسل عمرش را ورثه دارن میخورن، باید به تومن تومنش حالا جواب بگه.
کفا بالموت واعظا. مرد بهترین واعظه برای انسان آدم از خواب بیدار کنه. رضا فرمودم گهگاه به قبرستان ها برید، به عکس ها نگاه کنید، به مرده ها نگاه کنید، زمانی مثل شما بودن، توی این زمین راه می رفتن، از شما زیباتر بودن، پولدارتر بودن، با اعتبارتر بودن، با نفوذتر بودن، حرفشون، امضاشون از شما تو مردم بهتر خریدار بود. الان چی شد اونا؟ یه روزی هم نوبت شما میشه. الان نه فردا، نه پس فردا، نه 50 سال بعد. خلاصه میاد. کسی رو از مرگ مفری نیست. کفا بالموت واعظا. بهترین واعظ مرگ. کلام آخرت بس امشب ما، کلام پیغمبر خدا که فرمودن که اذکروا ذکر الموت، به یاد مرگ زیاد باشید. فانه هادم اللذات، زیرا لذات دنیا رو یاد مرگ از بین میبره. حائل بینکم و بین شهوات، بین شما و شهوات خوب حجاب حائلی است که به شهوات حرام وارد نشید و گل این لحظات ساده را نخورید. دار به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما رو بیدار کنه انشاءالله از این حالی را که یک عده از ما بر خودمون داشتیم که نشانهای غفلت و بعدی حالات معلومه و انشاءالله درمون. یه صلوات هم بفرستید. یه چند جمله کوتاه عرض ادب کنیم انشاءالله به برکت اهل بیت دست ما را هم بگیرن انشاءالله. از الغاب ابوالفضل سلام الله علیه ابل غربه، غربه به مشک ای پدر مشک. چرا اول غربه میگن؟ ما شاید دیده باشید بعد از روزها که هوا بارانی است و پدر یا مادری بچه به بغل دارن، اگر چتری بالای سر نباشه پدر و مادر بچه را طوری بغل میگیرن که خود را حائل بر بچه قرار میدن. باران که میان به اونها بگیره، بچه در امان از باران باشه. وجود متحر ابوالفضل رو ابل غربه میگن، یعنی وقتی را که مشک آب رو به دست گرفت خود را بر این مشک طوری حائل کرد اگر خطری هست برای او باشه، به مشک آسیبی نرسه. شمشیر حواله کردن، دست راست آقا قطع شد، به دست چپ گرفت. شمشیر بعدی حواله کردن، دست چپ آقا قطع شد، آقا مشکل به دندان گرفت. خود را طوری حائل کرد الان که دست برای جنگیدن نداره، لااقل مشک به تشنه لبها برسونم. اما ظالم تیری رها کرد، به مشک زد. وقتی را که مشک سوراخ و آبها ریخت، ابوالفضل میدان جنگ ایستاد. اما چه ایستادنی، نه دستی داره به جنگه، نه مشکی داره به خیمه ها برگرده. یه نگاه حسرتبار هم به خیمه ها انداخت که نتونست آب ببره، هم به میدان جنگ انداخت که نتونست به جنگه. ظالمی تیری انداخت به چشمان ابوالفضل زد. اگر یه دونه موجهتون برگرده به چشمانتون بره، با دست میایید اونقدر چشم به موجه ها را حرکت میدید تا موجه بیرون بیاد. حالا جای موجه تیر به چشمان بیاد، اونم دستی در بدن نباشه. آنچه عباس سر را تکون داد که این تیر بیاد، تیر نیامد. آقا زانوها را اوورد بالا، با سر زانوها تیر را بیرون بیاره.
کلاه خود از سر عباس افتاد، ظالمی آمد و آنچنان با عمود آهنی به سر عباس زد. دادگر دست یمین از پیکرم، پرچم دین را دهم اکنون ز دست دیگرم. گر ندارم دست در پیکر، ز دل دارم امید مشک آب از بحر طفلانت ز دندان آورم. عباس جانم آقا، ای سبا از من بگو با طفل از شان غزه، ای سکینه آب از من خواستی گر نیاوردم برایت آب، معذورم بدار تا به روز هش از رویت خجالت میکشه. خدا امید هیچ کسی رو ناامید نکنه. آی عباس جانم، چون خودش فرمود ناامید شدم هر کسی بیاد در خانم ناامیدش بر نمیگردانم. باب الحوائجه. شنیدید؟ دو دستشو از بدن جدا کردن، دیگه دست در بدن نداره. عمود آهنین به فرقش زدن، تیر به چشماش زدن. حالا تصور کن، مجسم کن منظره رو. آقا دست در بدن نداره، تیر به چشم عباس زدن. هر کاری کردی تیر از چشمش بیرون نمیاد. نقمه کنن دوتا زانو رو بالا آورد که تیر از چشمش بیرون بیاره. ظالمی چنان با عمود آهنین به فرق آقا زد. آقا با صورت رو زمین آمد، وقتی رو زمین افتاد گفت مادرم ام البنین مدینه. خواهرم زینب تو خیمه هات کی میاد سرمو به دامن بگیره؟ در همین حال بود یه وقتی یه خانم قد کمال یه خانم بلوشی گزه آمده، ای میگه پسرم عباسم، ای که خاک قدمت سرمه چشم سر من، قدمی رنجن ما پای به نهبر سر ما. هیچ کجا نگفت برادر، اما وقتی زهرا اومد کنار نهر الغمه اینجا صدا زد برادر حسین جان. داداش پدرت از نجف آمد، تو هم از خیمه بیا آقا. پدرت از نجف آمد، تو هم از خیمه بیا.
کن خلاص از غم هجرت دل غم پرور من. حسین جانم هوسم بود که آید به سرم ام بنین، مادرت فاطمه آمد عوض مادر من. یا مولا مولا مادرت فاطمه آمد به سر من. وقتی اومد کنار الغمه کنار بدن عباسه، هیچ کجا نداریم ابی عبدالله این جمله رو گفته باشه، حتی کنار بدن میوه دلش علی اکبر. اما تا رسید کنار نهره الغمه دیدن آقا دستشو به کمر گرفت. الان این کسر از اهری عباسم برادرم کمرم شکست داد. از خاک صحرا بر نمیخیزی، حسین آمد به بالینت تو از جا بر نمیخیزی. داداش نماز ظهر با هم ادا کردیم در مقتل، و بعد وقت نماز از آیا بر نمیخیزی. سر عباس و روزانوش گذاش نمیدانم اینطور میگن. هر زداش حسین جان چند تا وصیت داره. اولین خونه رو از رو چشمام پاک کن، یه بار دیگه جمال تو ببینم دادایش. دوم وصیت امینه، من بعده ی آب دادم به بچهات خجالت میکشم. تا جان در بدن من از بدن من و به خیمه مبر. اما انقدر تیر زدن به بدن، انقدر نیزه زدن به بدن، بدن عباس و قطعه قطعه کردن. اهل حرم همه منتظرن، بی بی زینب سلام الله علیها این داداشیش داره میاد، اما رنگ ابی عبدالله پریده. پیاده یه دست به انان اسب گرفته، یه دست به کمر گرفته. دختر داری خدا برات نگه داره، دختر خیلی شیرین زبانه. میگن خانم زینب سکینه رو مأمور کرد، سکینه جان از بابات سوال کن، از عمو جانت چه خبر. خبر ناگوار و مستقیمن نمیگن، چطور ابی عبدالله بگه سکینه عموتون رو کشتن. میگن ابی عبدالله یه عکس العمل نشان داد، عمود خیمه عباس و کن خیمه رو زمین آمد. یعنی سکینه این خیمه دیگه صاحب نداره، عموتون رو کشتن. کسی حرف از آتش بر لب نیارد، که بابای دیگر سقا ندارد. همه در خیمه ها ماتم بگیرید، همه از سشنگی دیگر بمیرید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن رساله جمیعا و رحمت الله و برکات. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولانا العباس باب الحوائج إلى الله يا الله.
خدای به عزت ابوالفضل حاجات این جمع روا بفرما، دردهای این جمع درمان بفرما. خدایا به جان ابوالفضل از گناهان ما درگذر، بر ما برکات خاص از نازل بفرما، بر ما سکرات مرگ آسان بفرما، لحظات و مرگ و بعد ما لحظات و عزت و راحتی ما قرار بده. خدایا به عزت آل محمد این چشم ها قیامت مگریان، این قدم ها بر صراط ملغزان، این دست ها به سوی غیر خودت بلند مفرما. آنها که به ما رحم نکردند بر ما مسلط مگردان. قلب امام زمان از ما راضی بفرما، اعمال ما را مرزق خاطر مقدس مولامون و نور چشمانمون قرار بده. دعای ما در حق امام زمان، دعای مولامون در حق ما مستجاب بفرما. دعای بر ما منت بگذار، فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بفرما. جمع ما را از نوکرانش در زمان غیبت، از سربازانش در زمان حضور قرار بده. رهبر معظم انقلاب در پناهت حس بفرما. عمری طولانی با عزت و جلال بیشتر تا زمان ظهور مولایش به ایشان عنایت بفرما. امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، اموات خودمان، همه را به ابوالفضل محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.